اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. ان شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ماه محرم ماه پیوند خوردن مجدد ما با ولی خداست، ماهی است که باید تلاش کنیم که در این ماه بیعت خودمون رو با ولی خدا تجدید کنیم و سعی کنیم که ماه محرم زمینه ای باشه برای اینکه ما بتوانیم در این فضای نورانی تا روز عاشورا خودمون رو به ولی خدا برسونیم، به معیت و همراهی ولی خدا برسیم و در مسیر اون نیازی که نیاز کار ولی خدا حرکت بکنیم، که ارزش همه ارزش انسان به همین هست که مشغول به ولی خودش باشه. هرچه انسان رو از ولی خدا غافل کنه و جدا کنه این لحظه انسان هست، هرچه هم مهم باشه این اهمیتش موجب نمیشه که این کار از لحن و لغو بودن خارج بشه. بحثهایی رو من در بعض محافل و از جمله در سال گذشته در همین محفل شریف و نورانی داشتم، اشاره به اون بحثها میکنم و انشاءالله در این بسطهای نورانی که در خدمت شما عزیزان هستیم و خدا به من توفیق داده، اگر عنایت امام زمان علیه السلام همراهی کند ادامه اون بحثا رو محضرتون تقدیم میکنم. اون چه در مجموعه بحثا ارائه کردیم این بوده که آیت این هست که ما به مقام عبودیت و اخلاص برسیم، هدفی غیر از این نیست. اون مقام ولایت الهیه‌ای هم که بزرگان فرمودند مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و دیگران که اون مقام اخلاص و خالص شدن و همون امانت الهی است که خدا به ما داده، اون هم چیزی غیر از این نیست که ما عبد خالص خدای متعال بشیم، از تکبار، انانیت نفس، خودبینی و توجه به خود جدا بشیم و با تمام وجود وجودمون متوجه به آستان الهی بشه. اگر ما به جایی رسیدیم که خدای متعال ما را از غیر پاک کرد و در وجود ما غیر خدای متعال نبود و نتیجه او این است که خود خدای متعال ولایت ما رو به عهده بگیره، به جایی برسیم که حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به، این همون مقام اخلاص یا مقام ولایت الهی است. کسی که به این مقام میرسه جزء اولیاء الهی میشه، همون مقامی است که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این اون مقامی است که ما باید به او برسیم که مقام عبودیت مطلق است. ولی اشاره کردیم که راه رسیدن به این مقام که تا آخر هم انسان نمیتونه این مسیر رو در نظر نگیره ولی خداست. به تعبیر دیگه حقیقت توحید این است که انسان نسبت به ولایت الهی خالص بشه، خلوص در تولی و تبری، اخلاص در تولی و تبری، این که انسان کاملا ولایت خدای متعال رو بپذیرد و از ولایت غیر خدای متعال هم فارغ بشه، این راه رسیدن به مقام توحیده. مقام توحید مقام تولی تام و تبری تامه،
و این دوبال دوبال سلوک به طرف خدای متعال هستند که نمی شود با یکی از اینها پرواز کرد، باید این دو رو با هم داشت. و این تولی و تبری اصل دین هست، نه اینکه از فروع دینه. تمام دین تولی و تبری است. حقیقت تحقق توحید در ما هم به همین هست، حقیقت دین در ما هم به همین هست که اخلاص در تولی و تبری پیدا کنیم، ولایت خدا رو به نحو تام قبول کنیم، اراده خودمون رو به او بسپریم و از ولایت غیر اعراض بکنیم. این حقیقت اون مقامی است که ما باید به او برسیم. اگر حقیقت اون چه ما باید درک بکنیم مقام توحید هست و این توحید هم به اخلاص در ولایت پیوند خورده، بدون او نمیتوان به مقام توحید رسید، بنابراین راه درک مقام توحید تولی به ولایت اولیاء معصوم و تبری از ولایت دشمنان اونها و ائمه جور و اولیاء طاغوت هست. این یک گام بحث بود که اشاره کردیم. لذا در روایات میثاق، در روایات فطرت که توضیح میدهد آیات فطرت رو، این معنا رو به خوبی بیان فرموده. خدای متعال میفرماید فأقم وجهک للدین حنیفا، چهره خودتون رو متوجه دین حنیف الهی بکنید. در روایات میفرماید یل ولایه، این دین حنیف همون ولایت ولی خداست که همون ولایت الله هم است. باز من مکرر اینو گفتم، مجبوریم تکرار کنیم. روایات متعددی است در کتاب توحید کافی و غیر او، حضرت فرمودن ولایتنا ولایت الله، دو تا ولایت نیست که ما به ولایت وقتی دعوت میکنیم در عرض دعوت به توحید باشه. ولایت امیرالمؤمنین همون ولایت الله، طریق جریان ولایت خدا بر عالمه، چیزی در عرض ولایت خدای متعال نیست. لذا متمم توحیده، کمال توحید در اوست، کمال دین در اوست. در ادامه آیه شریف هم خدای متعال می فرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها، این دین الهی دینیست که ما هم شما رو به او دعوت کردیم، هم در فطرتتون این دین رو قرار دادیم. اگر رشد کنید، سالم پرورش پیدا کنید، فطرت شکوفا بشه، این همون دین الهیست، چیزی غیر او نیست. در روایات ما ذیل این آیه گاهی می فرماید این فطرت همون توحیده، بعضی روایات لطیف داره، روایتی که گمانم هست علی ابن ابراهیم قمی نقل کردن در تفسیرشون از وجود مقدس و نورانی امام صادق علیه السلام، ذیل این آیه فرمودن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، و اشهد ان علی ولی الله، این همون فطرت الهی است. بعد فرمودن اله هنا التوحید، تا اینجا توحیده، نه اینکه توحید در اشهد ان لا اله الا الله. موحد کسی است که ولایت ولی خدا را قبول میکنه. لذا ایمان که سرآغاز عمل هست به همین تعریف میشه. دیدید ایمان به ولایت تعریف میشه در روایات معصومین علیهم السلام. خب این یه نکته ای بود که اشاره کردیم که حقیقت موحد بودن به این هست که انسان ولایت ولی خدا را قبول کنه و تولی تام به ولایت اونها داشته باشه، تسلیم نسبت به ولایت اونها باشه و بلکه راضی نسبت به تدبیر و ولایت ولی خدا باشه، که این همون رضا به ولایت الله، تسلیم بودن به ولایت خداست. اعراض از ولایت غیر مقوم و رکن دومه، که اعراض از ولایت غیر خدا اعراض از ولایت دشمنان ولی خداست. یک اعراض تبری از ولایت اولیاء طاغوت که یکی از دو رکن دینه، تبری از ولایت ائمه جوره. این یک بحث بود که اشاره کردیم. بحثی که در سال گذشته در همین محفل داشتم در ادامه این بحث اشاره کردیم که رابطه ما با ولی باید چجور باشه. از اون طرف هم توضیح دادیم که اگر خدای متعال
به انبیایش، به اولیایش، در محور اونها به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و اهل بیت عصمت و طهارت ولایت داده، اونها رو تکوینن ولی ما قرار داده، علاوه بر اون ما دستور داده که از ولایت اونها تبعیت کنیم، به اونها محبت و اشفاق پدری نسبت به ما هم داده. اینو توضیح دادیم که رابطه ولی ما را با ما رابطه محبت آمیزه، و این محبت فداکاری و ایثاری که در ولی خداست که در این امر سبقت بر همه داره، این یکی از ارکانی است که بر اساس روایات موجب شده که خدا به اونها ولایت بده، و اگر این جهت در اونها نبود خدا اونها رو ولی قرار نمیداد. این روایاتش رو تقدیم کردیم. حتی در یه روایتی یادم هست، البته روایات فراونه، تا این حد داره موسی کریم سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام چوپانی میکردن مدتی دیگه در محضر حضرت شعیب، و البته اینم یه مقامی بود، مراحلی بود برای ایشون. گوسفندی از گله دور شد و فرار کرد. حضرت خیلی تلاش کردند دنبال این گوسفند تا این گوسفند رو به دست بیارن. بعد که گوسفند رو به دست آوردن، در نقل اینجور یادم از شروع کردن نوازش کردن، و به اون میفرمودن که من به فکر تو هستم، تو از من جدا بشی طعمه گرگ میشی، من میخوام تو طعمه گرگ نشی، تو از من فرار میکنی. بعد یادم از به ایشون فرمودن به خاطر همین برخورد و اشواقی که تو داری، که حتی حاضر نیست یک گوسفند طعمه گرگ بشه و میخوای او رو بگیری، خودت رو به زحمت میاندازی، خطر میکنی، خسته میشی، و بعد وقتی به او میرسی ناراحت نیستی، عصبانی نیستی، ما به خاطر همین تو رو پیغمبر میکنیم. نمیخوام بگم حالا این برای پیغمبری کافیست، یعنی یکی از امتیازات انبیا اینجوره که حتی از یک گوسفند نمیگذرن. دیدید ما اینجوری نیستیم. ما اگر مجرای خیری هم برای مردم بشیم، فرض کنید هدایتی به وسیله شما بخواد اتفاق بیفته، جوانی، فرزندی، برادری رو بخواد هدایت کنید، واقعا تحمل نداریم. دو دفعه برای نماز صبح بیدارش کنیم لحن ما تغییر میکنه. دیدید دو دفعه دعوتش کنیم به خیری همراهی نکنه، برخوردمون با او تند میشه. اینا اینجوری نبودن، پیجویی میکردن، طرف فراری بوده، دنبالش میکردن، به کف بیارنش، بعدم ازش عذرخواهی میکردن، واقعا خودشونو وامدار و بدهکار مردم نشون میدادن. اینم جزو واقعا الطاف اوناست دیگه. دیدید خدای متعال میخواد ما رو رشد بده، به ما سرمایه میده، بعدم سرمایه رو از ما میگیره. ما تو رشدمون تو همین دادن و گرفتنه، از یه دست بگیریم از یه دست بدیم، نگه داشتن این سرمایه ما رو ضایع میکنه، هم سرمایه رو ضایع میکنه هم ما رو ضایع میکنه. دقت فرمودین؟ ما بعد از یه دست بگیریم از یه دست بدیم. مثل جوی آبی که مسیر عبور آب هست، خودش هم پاک میشه، خودش هم تطهیر میشه. ما باید مسیر رحمت خدا باشیم. حالا خدا برای اینکه ما این رحمت رو سد نکنیم، این آب بمونه بگنده، خود ما هم متعفن بکنه، برای اینکه ما رو را بیندازه، ببینید خدای متعال چجوری با ما برخورد میکنه. میفرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه به خدا قرض بده؟ قرض نیکو. خدا محتاج به قرض ما. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید استقرضکم وله خزائن السماوات والارض، اون کسی که به شما میگه به من قرض بدید، خزائن آسمان و زمین در محضر اوست. میدونید یعنی چی؟ یعنی همه آسمان و زمین نازله اون خزائنن، همه آسمان و زمین، همه سماوات و ارض. و این من شیءٍ الا عندنا خزائنه ولکن ننزله بقدر. اون چه شما میبینید مرحله تقدیر و تهدید و اندازه‌گیری است. خدایی که خزائن در اختیار اوست میفرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه به خدا قرض بده؟ علیاذ بالله، کأنه میخواد بگه که، حالا این تعبیر اشکال به تعبیر نباشه، همه میدونید شرکالود، نمیخوایم حرف بزنیم، کأنه میخواد خودش رو بدهکار عبد بکنه، بگه من محتاجم، کی به من کمک کنه؟ حالا خدا واقعا محتاجه؟ یعنی ببینید مثل یک کسی که قرض میخواد صحبت میکنه، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، خدای متعال به ما میگه مرو یاری کنید. حالا واقعا خدا از ما کمک میخواد، ان تنصر الله
ینصرکم. حضرت میفهمد استنصرکم ولهو جنود السماوات والارض. اون کسی که داره به شما میگه به من کمک کنید، همه جنود آسمان ها و زمین در اختیار او هستند، همه جنود او هستند. به خود جسم ما دستور بده کافی است، به زمین اجازه بده کافی، تو روایات ادعیه هست، پرده ها رو کنار بزنه همین جنود خدا ما رو نابود میکنه، به جهنم اجازه بده کافی است شعله برداره. حالا یه همچین خدایی استنصرکم، میگه من رو یاری بکنید. ببینید این نوع برخورد اولیای خداست با ما. نبی اکرم چه احتیاجی به ما داره، ولی واقعا یه جوری حرف میزنه که همه ما خیال میکنیم کمککار نبی اکرمی، همه ما خیال میکنیم کمککار ولی خدا هستیم، در حالی که در کمک کردنمونم محتاج به نصرت او هستیم. این دعای امام حسن عسکری علیه السلام رو مکرر خوندید، اللهم انصره و انتصر بهی لدینک و انصر بهی اولیاءک و اولیاءه و شیعته و انصاره. خدایا به امام زمان دینت اول او رو نصرت کن، نازله این نصرت میشه به وسیله او. وقتی او رو نصرت کردی، نصرت او رو، تو او رو گرفت، به وسیله این انسان منصور دینت رو نصرت کن، اولیاء خودت رو نصرت کن، اولیاء او رو نصرت کن که حالا این مقام خاصی است، شیعیان او رو نصرت کن، انصار او رو نصرت کن. یعنی کسایی هم که امام زمان رو یاری میکنن با کمک خود حضرت یاری میکنن، غیر این که نیست. این خیلی مهمه که اولیاء خدا اینجور به ما محبت دارن. اینو مفصل بحث کردیم دیگه، تکرار نمیکنم. حالا انشالله بعد توی جلسه ای توضیح میدم که چجوری ولایت اونها نعمت بر ماست، اونا چه رنجی میبرن تا ما رو به راه بیارن و به ما کمک بکنن. حالا ای حال این نکته بود که در محافل گذشته چون بهش پرداختم، فقط میخوام اشاره کنم ادامه بحث روشن بشه. این رو بحث کردیم که رابطه ولی ما با ما، گرچه ولایته، خدا به او ولایت داده، ولیه، اولویت داره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از خود ما به ما اولاست، این حق رو هم خدا به او داده. ولی این رابطه، رابطه محبت آمیز و اشفاق آمیزه. یعنی اینجور نیست که اگه او اولای به ماست به ما محبتی نداره، رابطهش رابطه یک حاکم جائر مقتدر، اینطوری نیست. رابطهش رابطه اشفاقه و خدای متعال به او محبت، اشفاق، دلسوزی نسبت به بندگان داده و سپس ولایت داده. این رو توضیح دادیم و اشاره کردیم که ما هم از این طرف باید رابطمون با ولی رابطه محبت آمیز باشه. یعنی اگر تبعیت میکنیم، تبعیت از سر محبت باشه، رابطه متقابل باشه. کما اینکه سرپرستی او محبت آمیزه، تبعیت ما هم تبعیت از سر محبت باشه، نه از سر اکراه، نه از سر طمع، از سر خوف و طمع نباشه، از سر حب باشه، تولی از سر حب، نه از سر طمع یا از سر خوف. این رو توضیح دادیم و عرض کردیم این باب حب فی اللهه که روایاتشو در کافی شریف هست، بعضشو خوندم در همین محفل. عزیزان یک بار دیگه بزرگواری کنن اون باب رو مرور کنن که ما باید حب فی الله و بغض فی الله داشته باشیم و محکمترین رشته ایمان به خدا که ما رو به خدای متعال گره میزنه، او سب و ارل ایمان الحب فی الله و البغض فی الله و الموالات لأولیاء الله و المعادات لأعداء الله. این اون چیزی بود که در سال گذشته به نسبت توضیح دادیم. حالا اگر خدای متعال توفیق بده و عنایات وجود مقدس حضرت بقیت الله همراه باشه، مایلم یه مقدار این رو تنزل بدیم در سطح روابط اجتماعی. یعنی توضیح بده که اگر به جایی رسیدیم که به ولی خدا تبری از دشمنان ما، دشمنان اونها
در قلب ما نشست و قلب ما کانون حب ولی خدا و تولی به او و تبری نسبت به اعدا شد، چگونه می شود همین محبت محور روابط اجتماعی ما باشه؟ یعنی رابطه ما با دوستمون، رابطه ما با پدرمون، با برادرمون، با همسرمون، با جمعهای دیگه، رابطه ما با هم همش ناشی از تولی و تبری باشه. یعنی حب به ولی خدا محور رابطه ما باشه. چجوری میشه ما به جایی برسیم که هم نیتمون رشد کنه، هم نیتمون توفیر پیدا بکنه، فراوانی پیدا بکنه؟ این بحثی است که انشالله اگر خدای متعال توفیق بده یه مقداری به مصداقهاش که رابطه محبت آمیزه خدا چطور تبدیل میشه به رابطه بین مؤمنین، چطور از دل این رابطه ایثار بیرون میاد، چطور از دل این رابطه انفاق بیرون میاد، مواسات بیرون میاد، ایثار بیرون میاد، چطور محبت ولی خدا میتونه محور همه روابط اجتماعی ما بشه؟ یعنی انگیزه و نیتی که تو همه ارتباطات ما جاری میشه، روابط اقتصادیمون، روابط فرهنگیمون، روابط سیاسیمون، چگونه میتونه بر محور ولی خدا باشه؟ چجوری میشه محیط خانواده رو به جای اینکه محیط مسابقه باشه، بر سر پیش افتادن، مسابقه بر سر اینکه دیگران رو بر محور خودمون قرار بدیم، به جای اینکه چنین مسابقه ای تو خونه باشه، تو محیط خانواده، همسر زن بخواد مرد رو رقیب خودش بدونه و با اون مسابقه بده بر سر قدرت، مردم بخواد زن رو رقیب خودش بدونه، دوست نسبت به دوست همینطور، چطور میشه این رابطه ها رو تبدیل به مودت کرد، تبدیل به ایثار کرد؟ چگونه محبت ولی خدا تبدیل به روابط اجتماعی میشه؟ رابطه ما با هم دیگه، جمع ها با هم، افراد با هم، از خانواده تا صنف تا جامعه، چطور میشود این رابطه ها رو بر محور ولی خدا شکل داد؟ این خیلی حرف عجیبی است. حالا من الان چون نمیخوام بهش بپردازم، فقط اشاره میکنم در بعضی از روایات داره شما دیدار هم که میرید مؤمنین، این احیاء امر ماست. ببینید دو تا مؤمن با هم میشینن توی مجلس، به دیدن هم میرن برای خدا، برای اینکه مؤمنه، چون دوست مؤمنشه میره دیننش، هیچ انگیزه دیگری نداره، میفهمد این زیارت خداست، این احیاء امر و ولایت ماست تو جامعه. دور هم بشینید محفل داشته باشید، از احادیث ما بحث بکنید، این احیاء امر ماست. دور هم بشینید از مصائب ما بگید، احیاء امر ماست. این محافل، محافل احیاء امره. چجوری میشه انگیزه حب به ولی، میل به تحقق ولایت اونها، حب به این که ولایت اونها تو عالم جاری بشه، تبدیل بشه به یک رابطه اجتماعی؟ این یک نکته است. و بعد مقایسه کنیم ببینیم اگر حب به ولی خدا محور روابط اجتماعی نشد، روابط اجتماعی چجوری شکل میگیره، چی مبناش میشه؟ حب به دنیا مبناش میشه؟ حب به نفس مبناش میشه؟ وقت اگر حب دنیا و نفس مبنای ارتباطات ما شد، چه فسادی ازش بیرون میاد؟ یه مقایسه ای کنیم ببینیم جامعه ای که بر محور ولی خدا میچرخه، این جامعه چه آثاری درش ظهور میکنه؟ آثار ولایت خدا رو تو زندگی فردیمون، تو زندگی اجتماعیمون توضیح بدیم. بعضیاشو من در سال گذشته در حیات فردی توضیح دادم، مثل اینکه انسان با ولایت ولی خدا به حیات میرسه، به نور میرسه، آیات و روایاتشو خوندیم. روابط اجتماعی هم همینجوره، اگر ولایت ولی خدا درش جاری شد همش میشه نورانی. به عکس اگر رابطه ها بر محور نیت های مادی بود، شرکت سهامی درست میکنیم برای اینکه سود بیشتر ببریم، تو این سود بردن هم رقابت، من به فکر شما نیستم، شما هم به فکر من نیستی، هر کسی به سود خودش فکر میکنه،
انسانی که اینجوری فکر میکنه چه انسانی میشه؟ تفاوت انسانی که بر محور حب ولی خدا و حب خدا زندگی شکل میگیره با انسانی که بر محور حب نفس و حب دنیا زندگی شکل میگیره، جامعه ای که بر اساس محور حب ولی خداست با جامعه ای که بر اساس حب نسبت به دنیاست، اینها رو با هم یه مقدار مقایسه بکنیم و بعد واقعا یه مقدار این پرده رو از جلو به جامعه به اصطلاح سیاه و تاریک مدرن امروز کنار بزنیم که معلوم شد تو باطنش چه داره میگذره، این رابطه های شهوت آمیز نسبت به دنیا چه فاجعه‌ای به پا کرده. و بعدم اگر خدای متعال توفیق داد یه مقدار اینها که موضوع بحث قرار گرفت، اون وقت نقش عاشورا رو در شکل گیری جامعه تشیع انشاءالله موضوع بحث قرار بدیم و ببینیم عاشورا چگونه جامعه رو تهذیب میکنه و جامعه شیعه که همه چیز شعاع ولی خداست، مثل شعاع خورشید که برگرد ولی برگرد خورشید میچرخه، همه رابطه های این شعاعها با خودشون با دیگران همش ناشی از نور و حرارت خورشیده، جامعه شیعه که همه چیز شعاع ولی خداست چگونه از عاشورا ناشی میشه و بعد توضیح بدیم در نهایت انشالله اگر خدای متعال این توفیق رو عطا کرد توضیح بدیم که این جریان عاشورا چگونه به عصر ظهور ختم میشه و جامعه عصر ظهور رو، انسان واپسین رو، جامعه واپسین رو یه مقدار مقایسه کنیم با جامعه های آرمانی که بر محور دنیا پرستی، بر محور اصالت انسان، بر محور فردگرایی شکل میگیره. یه مقداری مقایسه کنیم اون چیزی که امروز سر و صداش عالم رو پر کرده و ما رو به او دعوت میکنن، دعوت میکنن به جامعه های مدرن، یه مقدار مقایسه کنیم ببینیم اون جامعه مدرنی که اونا یا فوق مدرنی که اونا تصویر میکنن، انسان واپسین و انسان عصر مدرن و پسا مدرن چه تفاوتی با انسان موعود داره، جامعه ولی خدا چه تفاوتی با جامعه موعود داره، تفاوت این دوتا جامعه چیه، انسان عصر ظهور با انسانی که اونا میخوان پرورش بدن. اگر خدای متعال توفیق داد یه مقدار این مباحث رو محضرتون تقدیم میکنیم انشاءالله. خب من چند دقیقه‌ای که فرصت باقی مونده به عنوان آغاز بحث این سوره مبارکه رو خدمتتون تقدیم میکنم، به میزانی که فرصتم اجازه بده چند جمله رو باز میکنم. البته از همه عزیزان و اساتید خودم که وقتشون رو میگیرم پیش و پیش عذرخواهی میکنم. سوره مبارکه تکاثر رو همه ما خوندیم. خدای متعال در این سوره مبارکه یک هشدار خیلی سنگین میده، میفرماید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. خدای متعال ابتدا یه تصویری از انسانها به دست میده، میفرماید تکاثر لهو شما شد، الهاکم شما رو به لهو واداش تکاثر، که حتی زرتم المقابر به دیدار قبرها رفتید، به زیارت قبرها رفتید. بعد خدای متعال با سه تا کلا که از نظر ادبیات عرب ترجمهش به معنی همین هرگزه، حرف به اصطلاح برای رد به کار میره، برای منع کردن به کار میره، سه بار تکرار میکنه، میفهمد هرگز اینطور نیست، شما اشتباه کردید، هرگز اینجور نیست. بعد توضیح میدهد که اگر شما به یک علم و یقین میرسیدید میفهمیدید که این راهتون غلطه و اگر به این علم و یقینم نرسید یه روزی به عین الیقین میرسید، اون وقت میفهمید اشتباه کردید ولی دیر شده و در اون روز از نعیم و نعمت از شما سوال میکنند.
حالا من مفردات این سوره رو ابتدا توضیح بدم و کلمات بزرگان از مفسرین رو اشاره میکنم، بعد اون چه که بر اساس روایات فهم میشه انشالله خدمتتون تقدیم میکنم. ببینید لهو یعنی چه؟ در این سوره خدای متعال میفرماید الهاکم التکاثر، تکاثر شما رو به لهو واداش. تکاثر یعنی چه؟ لهو یعنی چه؟ لهو و لغویین اینجوری معنا کردن، معنای خوبی هم هست. فرمودن هر چیزی که انسان رو از یک امر مهمی باز بداره این میشه الهاکم، این میشه لهو انسان. لهو هر چیزی است که انسان رو از امر مهمتری باز بداره، این نسبت به او میشود لهو. بنابراین اگر چیزی انسان رو از خدا، از تکلیف، از مسئولیت، از اون کار حقی که باید انجام بده باز داشت، این لهو. هر چه که باشد بازیگری است، لعبه، لحظه. حالا خدای متعال می‌فرماید تکاثر عامل لحظه شما شد. تکاثر چیه؟ تکاثر رو در لغت معنا کردن یعنی مسابقه در افزون خواهی، در استکثار و زیاده طلبی. چون می‌دونید عزیزان آشنا هستن باب تفاعل دیگه، تفاعل فعل طرفینی است. دو نفر که با هم درگیر میشن میگن تزاربا، با هم دیگه درگیر شدن، زد و خورد کردن. زد و خورد تو عربی میشه تزارب. تکاثر یعنی دو نفر دنبال کثرت گرایی هستن، این میخواد بر دیگران سبقت بگیره، او میخواد بر این سبقت بگیره. مسابقه در افزون خواهی، افزون طلبی، من میخوام بر او پیش بیفتم، او میخواد بر من پیش بیفته، این میشه تکاثر. انسان اگر به تکاثر مبتلا شد حتما به لهو مبتلا میشه. تکاثر مبدأ لهوه، مبدأ غفلته. حالا تکاثر رو در لغتگاهی معنا کردن اینجوری، گفتن تکاثر یعنی مسابقه در گردآوری مال. گر در گردآوری قدرت، من میخوام بر شما جلو بیفتم در قدرت، شما میخوای بر من جلو بیفتید، این میشه تکاثر. ولی ببینید در قرآن میبینید به اصطلاح متعلقش ذکر نشده، نگفته تکاثر در چی. ظاهرا این حسب متعلق به اصطلاح بزرگان علامت چیه در ادبیات گاهی در اصول اینا بیان میکنن، این علامت عمومشه. یعنی یک تکاثر نیست، فقط تکاثر نسبت به مال نیست که آدمو از خدا باز میداره، لهو آدم میشه. هر تکاثری، هرگاه با هم مسابقه بدید، هر مسابقه ای شما رو مشغول میکنه. مشغول میکنه از چی؟ حالا تو این باز بیان نشده شما رو از چی مشغول کرد، غافلتون کرد، شما رو به لهو انداخت. مسابقه در افزون خواهی، مسابقه در هر افزون خواهی باشه، این لهو انسان. من دلم میخواد از شما در علم جلو بیفتم، من جلوتر باشم، میخوام بیشتر مرید جمع کنم، میخوام این پول به طرف من بیاد، میخوام بشقاب پرتر سر سفره بیاد جلو من، میخوام استکان سرپرتر رو به طرف خودم بکشم. همه ی انهای تکاثر، میخوام حرف بیشتر جمع کنم. هر تکاثری لحظه. من یه نکته از این میفهمم، حالا تقدیم میکنم، اگه اشکال بود میفرمایم. ببینید من اینجوری میفهمم که انسان اگر این مسابقه نبود به خودی خود دنبال بسیاری از این جمع کردن ها نمیره. این که میبینید 10-9 ظرف داره در خونش، باز مد جدید که میاد میخواد بیاره تو خونش در حالی که نیاز هم نداره، این به خاطر مسابقه دادنه، به خاطر تفاخره. اگر تفاخر نبود خود این جاذبه ها اینقدر عامل نمیشد که انسان دنبال جمع کردنش بره. اگر تفاخر و مسابقه بر سر جلو افتادن نبود موجب نمیشد اینقدر پرحجم مطالعه بکنه، موجب نمیشد اینقدر پرحجم مالندوزی بکنه. این تکاثر مسابقه در افزون خواهی، من جلو بیفتم، من بیشتر داشته باشم، که عرض کردم افزون خواهی فقط در مال نیست، افزون خواهی در جاه نیست،
انواع افسون خواهی که هر کسی یه جور به افسون خواهی مبتلا میشه. ممکنه بنده دنبال مسابقه در مال نباشم، دو تا تاجر با هم سر مال مسابقه بدن، مسابقه من مسابقه در نوع خودش باشه، مسابقه شما سنخ مسابقه خودش رو داشته باشه. این لحو انسانه. حالا انسان رو از چی باز می‌داره و کی انسان متوجه میشه که لح اشتباه کرده؟ ببینید در ذیل این آیه شریفه می‌فرماید که خدای متعال می‌فرماید تلکت دار الاخره، اول آخرت رو خدا توضیح میده، می‌فرماید این نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا. این سرا مال کسانی است که تو زمین دنبال برتری جویی نیست، که این برتری جویی مبدا فسادن میشه، دنبال فساد انگیزی نیست. روایت ذیل این آیه میفرماد اگر کسی دنبال این باشه که بند کفشش از بند کفش رفیقش بهتر باشه، این آیه شامل حال اون میشه. این همون کسی است که اراده علو داره، این از اون مقامات اخروی محرومه. اگر تکاثر اتفاق افتاد، این تکاثر لهو انسان میشه، انسان رو باز میداره. از چی باز میداره؟ از مسئولیتش. حالا انشالله ذیل آیه عرض میکنه که میفرماد ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. ما در مقابل یک نعیمی مسئولیم، ما مسئولیت داریم، عبد مسئوله در مقابل نعیم. به جای این که به مسئولیتش بپردازه، به هر چیزی که پرداخت این لحظه، غفلت از اون مسئولیت، غفلت از اون چیزی که از آدم سوال میکنن، این لحظه انسانه. به هر کاری که بپردازه، اگر اون کار غیر از اون مسئولیت انسان بود، غیر از اون سوالی بود که از انسان میکنن، بازخواست که خدا از انسان کنه، هر کاری باشد لحظه. و اون چه لحظه ما میشه و موجب میشه از اون نعیم، از اون مسئولیت ها غافل بشیم، تکاثرهاست، نه نیازها. نیاز ما رو به مسئولیتمون گره میزنه. ما یه نیازی داریم، اگر بخوایم دنبال تأمین نیازمون باشیم و نیازمون رو بشناسیم، ما رو به مسئولیتمون در مقابل خدا گره میزنه. اونی که ما رو از مسئولیتمون غافل کرده تکاثر ماست، افزون خواهی ماست، افزون خواهی در قدرت، افزون خواهی در مال، افزون خواهی در سایر شؤون. این لهو ما شده از مسئولیت هامون. این همون چیزیست که در دعای شریف مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام به ما آموختن، میگن از خدای متعال بخوای اینجوری دعا کنید: اللهم صل علی محمد و آله. وکفنی ما یشغلن الاهتمام به. خدایا یه چیزهاییست که اهمیت به اونا، اهتمام به اونا مرا مشغول میکنه و از مسئولیت هم باز میداره. خدایا تو اونا رو کفایت کن که من اون هم مقما تو دلم نیاد. وقتی فارغ شدم و استعملنی به ما تسألنی غدن عنه، اونگاه منو به اون چیزهایی مشغول کن، به کار بگیر از من میخوای. ما یک مسئولیتی داریم، یک اشتغال، اشتغال ما باید به مسئولیت باشه. اگر به غیر شد این لحظه. حالا اگر کسی اشتغالش به تکاثر بود، این تکاثر لحظه و او رو از اون نعیم باز میداره. حالا در این سوره مبارکه دو فراز دیگه هست اشاره میکنم، انشالله در جلسه آینده عرض میکنم. یکی این که خدای متعال سه بار با کلا این کار ما رو تخته این کنه. می فرماید شما مشغول به تکاثر شدید، دنبال جمعری بودید، می خواستید جلو بیفتید تا دم مرگیتون، تا وقتی به دیدار قبرها رفتید تمام فرصت رو سوزوندید، فرصت سوزی کرد. فرصت های شما هم فرصت بود و این فرصت ها رو به باد دادید. غافل شدید از خودتون، از هدفتون، از ربتون، از نعیمی که بهتون داده شده بود، که حالا از مسئولیتتون
که من عرض میکنم من اینجور میفهمم از این آیه که اون لحو لحو از نعیمه، اون نعیم رو هم بعد عرض میکنیم، میگم من نعیم ولایتو، غفلت از ولی خدا لحو ماست و اون چه ما رو به لحو از ولیمون کشونده تکاسرمونه. حالا اینو فردا شب روایت چه میکنم تقدیم میکنم. سه بار با کلام میفرماید این روش شما غلط. بعد میفرماید دو جور معرفت برای شما هست. یه معرفتی است که تو این دنیا میتونید برسید و اگر بهش میرسیدید به لحو نمیپرداخت. یه معرفتی است که تو این دنیا بهش نمیرسید، تو عالم آخرت بهش میرسید ولی فرصت ها تمام شده. میفرماید کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، به زودی خواهید فهمید. دو تا معرفته که این دو معرفت هم با فاصله به انسان میرسن. کلا سوف تعلمون، به زودی خواهید دانست. ثم، سپس، باز به زودی خواهید دانست. دو تا معرفته که به انسان میرسن. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر به علم یقین میرسیدی، اگر لتروان نجهیم، جهیم رو میدیدی، جهنمی که در ادامه این تکاثر و لحب به او میرسید، این غفلت از ولی خدا، غفلت از نعیم، اون جهنمی که در پی داره، اگر اون جهنم، اگه اهل علم و یقین بودید اون جهنم رو میدیدید قبل از این که تو عالم آخرت برید، ولی نیستید اهلش، لذا به لحظ مشغولید. اگر کسی اهل علم و یقین شد، اگر کسی اهل شهود ملکوت شد، به یقین رسید، این از ولی خدا جدا نمیشه. اونایی که به لحظ مشغولن، اونایی هن که به یقین نرسیدن، به ملکوت عالم نرسیدن، از ولی خدا فاصله میگیرن. یقین که محصول مشاهده ملکوت عالمه، انسان رو به ولیش گره میزنه، انسان رو از لهوها جدا میکنه، از تکاثرها جدا میکنه. همه اون چه شما در دستگاه ابلیس میبینید، تمدن امروزی که محصول تفرعن تاریخی بشره، محصول استکبار تاریخی بشره و بشر رو به این غفلت عظیم مشغول کرده، این نیست الا محصول این که انسان محجوب شده، نرفته دنبال علم الیقین. اگر دنبال مشاهده ملکوت عالم میرفت، به این لهو و غفلت و جدایی از ولی خدا و این دستگاه گسترده ابلیس گره نمیخورد. حالا انشالله این رو در شب آینده توضیح میدیم. پس یک شهود، شهوده تو این دنیا میتونه به دست بیاد که اگر به دست آمد، انسان رو از لهو، از غفلت از نعمت، از غفلت از ولی خدا جدا میکنه. یک شهودی هم است که تو قیامت به دست میاد. کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم ثم لتربون. ولی یک رؤیتی است که حتما بهش میرسید، لو نداره. ثم لتربون ها عین الیقین، قطعا در یه مرحله ای بعد از این مرحله، این مرحله که گذشت، اگر به یقین نرسیدید، یه روزی به عین الیقین میرسید دیگه، جهنمو میارن. رجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان، جهنم رو میارن و ازلفت الجحیم، جحیم رو میارن، همه میبینن دیگه، همه اونایی که منکر بودن حجابا کنار میره دیگه در قیامت. این هم یه رؤیته. اون وقت از شما در باب نعیم سوال میکنن که شما با ولیتون چه کردید؟ ما برای شما ولی فرستادیم، شمایی که ولی براتون فرستادیم چرا غافل شدید؟ اگر ولی نبود همه جور غفلت توجیه داشت، ولی وقتی حجت آمد، با وجود حجت هیچ غفلتی پخشوده نیست، نه غفلت از حجت نه غفلت از حجت. حالا بعد میخونیم روایت رو. فرمود نشناختن امام عذر پذیرفتنی نیست. هیچ کس روز قیامت نمیتونه بگه من امامم رو نشناختم. چرا نشناختی؟ پس چه کار میکرده که ولیت رو نشناخت؟ اگر از ولیت غافل شدی به چه کاری مشغول بودی؟ مگه کار دیگری هم داشتی تو؟ مگه مسئول دیگری هم داشتی؟ مگه سوال دیگری هم از تو میشد؟ مگه چیز دیگری از تو خواسته بود؟ ما برای تو ولی فرستادیم که او دست تو رو بگیره ببره.
و فقط به تو گفتیم دست تو به دست ولی بده، کار دیگه از تو نخواستیم. ما که به تو نگفتیم راه رو برو، ما گفتیم ولی تو رو بیاره. و عجیب اینه که ولی آمد مثل شمع بر قله تاریخ سوخت، عاشورا رو به پا کرد، سنگین ترین بلا رو تحمل کرد، خون خودش رو نزدیک ترین عزیزانش رو داد. ولی محرم رو به پا کرد. شما چه کردید؟ چه حجتی دارید؟ اگر کسی از امام حسین غافل بشه، از امام زمان علیه السلام غافل بشه بعد از عاشورا، چه توجیهی داره؟ ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. وقتی جهنم حاضر کردیم میگه خب چه کردید؟ با ولیتون چه کردید؟ اگر کسی از این یه سوال جواب داد، در نجات از جهنم. البته کسی که بتونه از این یه سوال جواب بده تو دنیا هم دیگه به لهو نمیپردازه. کسی که از عهده این یه سوال در بیاد که با ولیت چه کردی؟ یه سوال دیگه ای از اون نمیکنه. ولی اگر از عهده این یک سوال در نیامد، وجیع یومئذن به جهنم یومئذن یتذکر الانسان و انا له الذکر. دیگه به چه درد میخوره تذکر روز قیامت برای آدمی که تو دنیا متذکر نشده، به ولیش پیوند نخورده؟ انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد ادامه این سوره رو و بحث‌های مربوط به این سوره رو محضرتون تقدیم میکنم. خب امشب آغاز شب محرم است. من اشاره میکنم، امیدوارم خدا به هممون توفیق بده از این ماه بهره مند بشیم. تو این ماه با اشک بر امام حسین وجود خودمون رو صیقل بدیم. هیچ چیزی مثل این سوختن ما رو پاک نمیکنه. نفس المحموم لظلمنا تسبیح. کسی که از روی غصه بر مصیبتی که بر ما رفته آه بکشه، این آهش تسبیح خدا. و همه لنا عباده، این روایت باید معنا بشه. اگر کسی دغدغه ولی خدا رو داشته باشه، این خود این دغدغه عبادته. و کتمان و سرنا جهاد فی سبیل الله. البته حالا این روایت خیلی معناش سنگینه. از غصه شروع میشه، به دغدغه ولی خدا میرسه، بعد به همراهی ولی خدا. تو این همراهی باید اهل کتمان سر باشی، اهل سر ولی خدا بشی. و کتمان و سرنا شهاده. اگر کسی به این سه مقام رسید، بعد امام صادق فرمودن این روایت رو میارزه با آب طلا بنویسید. اینجوری یادم به نظرم میاد از حضرت. خیلی روایت عجیبیه. آهی که در مظلومیت امام حسین میکشید، این تسبیح خداست. این مقدمه میشه شما رو به هم مقام ولی خدا میرسونه و هم وقت به عبادت میرسید. بعد اگر مواظبت کنید اهل سر میشید. این اهل سر شدن مقام شهادت، مقام شهود حقایق عالمه، مقام رسیدن به ملکوته. این از مصیبت شروع میشه. اگه کسی اهل مصیبت بود، مصیبت ولی خدا، دغدغه ولی خدا رو تو دل انسان زنده میکنه. انسان به یاد ولیش میفته، تنهایی و قربت ولیش رو درک میکنه، همراه ولیش میشه. اون وقت میتونه به سر ولی خدا راه پیدا بکنه. ماه محرم ماهیست که امام زمان علیه السلام ما رو با مصیبت سید الشهدا به طرف خدا هدایت میکنه. نمیدونم میتونم بگم در ماه رمضان مهمانخانه امام زمانه. شیاطین رو تو قول کردن، امام زمان مهمون خونش بازه، همه رو به عبادت و مناجات و توبه میرسون. ماه حج ماهیست که یکی از عزیزانمون میگفتن، خیلی تعبیر لطیفی بود، من دیدم خیلی لطف خوبی بهشون شده، بود ماهیست که حقیقتاً امام زمان شیطان رو رجم میکنه، دستگاه ابلیس رجم میشه. همه میان اونجا طواف میکنن حول ولی خدا، بعد سرشون رو میتراشن، آماده میشن مثل سلمان عزیزار که سرشون رو تراشیدن آمدن فردای خفیفه، آماده میشن گرد ولی خدا. حالا روایت حج هم داره، فرمود بهشون گفتن بیاید دور خونه بچرخید که بیان با ما بیعت کنن. بعد تو عرفات تو منا دو سرا رو میتراشن، میان دشمن ولی خدا رو رجم میکنن. رجمن حقیقیستا، حقیقتا شیطان رجم میشه به وسیله امام زمان، بعد به وسیله شیعه. البته دیگران سنگشون به خودشون میخوره، اونایی که ولی خدا رو درک نمیکنن خودشون رو رجم میکنن، اشتباه میکنن. ولی شیعان حقیقتا شیطان رو رجم میکنن. من تلقی میدونم ماه رمضان این ماه حجه. در ماه محرم با عاشورا، با
با بلاء ولی خدا امام زمان ما رو به طرف خدا میبره. لذا هر کی تو این سفره مهمان شد تو سلوت دستش تو دست امام زمانه. من دوستا روایت بخونم ببینید در روایت داره، روایت سندش هم خیلی خوبه. حضرت فرمودن که روایت عرض کنم ابن شبیبه، حضرت امام رضا علیه السلام بهش فرمودن یا ابن شبیب، سر شبیب در روز اول محرم میگه محضر حضرت رفتن مطالب طولانی بهش فرمودن، فرمودن ابن شبیب این ماهیست که اهل جاهلیت هم حرمت این ماه نگه میداشتن نمی جنگیدن، ولی تو این ماه حرمت ما رو شکستن. در یه روایت دیگه ای داره حضرت فرمود که تو این ماه خون ما رو حلال دونستن، حرمت ما رو شکستن، خیمه های ما رو به آتش زدن. اموال و دارایی جدم رو به غارت بردن، زنان ما رو اسیر کردن. حمود ابن شبیب در این ماه عزیز ما رو تو عاشورا ذلیل کردن. ابن شبیب اینا یه قصه‌ای بر ما نازل کردن که تا قیامت دیگه تمام شدنی نیست، تا انقضاء عالم این قصه میمان. فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیان علی شیء فبک علی الحسین. در اون روایت داره حضرت امام رضا فرمودن که مثل کبش مثل گوسفند من نمیتونم باز کنم، جدم رو سر بریدم. و در یه روایت دیگری امام رضا زیر این روایت فرمودن ابن شبیب ثواب مصیبت رو ذکر کردن، حالا اگه گریه کنی چه اتفاق میفته، گناهاتون چی جوری پاک میشه. سفره امام زمان ها با گریه بر سید الشهدا ما رو تطهیر میکنه تا بتونیم به خودش پیوند بخوریم. اون چه حجاب ما از ولی خداست گناهمونه و این گناه با گریه پاک میشه. بعد حضرت در یه روایتی فرمودن ابن شبیب، حالا شبیب نیست اینجا راویش، فرمودن وقتی محرم وارد میشد کسی دیگه لبخند بر لبان پدر من نمیدید، دائما قصه پدرم اضافه میشد تا روز عاشورا که روز گریه و عزاداری پدرم. همیشه البته اینجوری بوده، به خصوص ماه محرم. در یه روایت دیگه ای داره فرمود روزی نبود که نام سید الشهدا در مقابل امام صادق علیه السلام برده بشه و دیگه در اون روز تبسم بر لب امام حسین دید، امام صادق دیده بشه. دیگر اون روز کسی تبسم بر لب امام صادق نمی دید. فدای اون انسان مظلومی که امت جدش او رو تنها گذاشتن. وقتی میخواست از مدینه بیرون بیاد آمد کنار حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شکایت کرد. شکایتش از امت اینه، این شکایت ولی خداست. فرمود ان القوم قد خذلونی، اینا منو تنها گذاشتن در مقابل دستگاهی. کار به جایی رسید که دشمن حضرت رو تعقیب کرد. فرمود من اگر هر کجا مخفی شم اینا دست از سر من بر نمی‌دارن. میخواستن کنار خانه خدا حضرت رو بزنن. از مکه بیرون آمد، دست زن و بچهش رو گرفته، دیگه کم کم به کربلا داره نزدیک میشه، به سرعت میاد. سلام ما بر اون آقای بزرگوار و با عظمتی که جبرئیل گهواره جنبانش بود. السلام علی من ناقاه فی المهد جبرائیل. سلام ما بر اون آقایی که جاش رو دوش رسول خدا بود. سلام ما بر اون بزرگواری که نبی اکرم لب و دندانش رو میبوسید نمکی.
السلام علی الشیب الخضیب السلام علی الشیب الخضیب سلام بر اون محاسن شریفی که با خون خضاب شده سلام علی الخد تری نمیدونم این جمله قابل ترجمه است یا نه. سلام بر اون گونه های به خاک مالیده شده، ای آقای مظلوم، نمیدونم دشمن با تو چه کرد. السلام علی البدن السلیم، ای سلام بر اون بدنی که کاری با این بدن کرده، که وقتی خواهر آمد تو گودی قتلگاه، ای تعجب کرد صدا زد انت اخی انت ابن والدتی. السلام علی الثغر المقروع بالقدیم، سلام ما بر اون لب و دندانی که هدف چوب خیزران قرار گرفت. السلام علی الرأس المرفوع علی القناة، فرمودم جان دامن خیمه رو بالا بزن، نگاه کردید عجب دشمن پای یک نیزه پای کوبی میکنم، نگاه کردید سر برادرش بالای نیزه